چی میشه اگر مار تیتان بوا منقرض نمیشد؟ آیا میتونین همین الان بزرگترین مار روی زمین رو نام ببرین؟ بذارین یه راهنمایی بکنم. اسمش هم اسم یه فیلم ترسناک خیلی معروفه. تونستین حدس بزنین؟ آره، آناکونداست. اگه اونو کنار بزرگترین کروکودیل روی زمین، یعنی کاسیوس که تقریبا 1 تن وزن داره، بذاریمش، میشه فیلم نامه یه فیلم ترسناک جدید رو نوشت. اما این دو موجود غول پیکر در مقابل موجودی که زمانی روی زمین زندگی میکرد، مثل نوزاد میمونن. یعنی کرونوسور و تیتانوبوا. زمان این دو موجود شکارچی برای تمام موجودات زنده تهدید محسوب می شدن، چه موجودات خشکی و چه دریایی. اما اگه هنوز هم زنده بودن ما چی کار می کردیم؟ آیا بشریت می تونست در مقابلشون دووم بیاره یا نه؟ حالا من کمی راجع به این هیولاهای باستانی براتون صحبت می کنم که هر چیزی که در مسیرشون بود و قتل عام می کردن. الان یاد می گیرین که این هیولاها کجا و کی زندگی می کردن و بعد اونا رو به زمان حال میاریم. الان خواهیم دید که آیا این جانوران غول پیکر می تونستن جای ما رو بگیرن یا آدما می تونستن باشون بجنگن؟ قبل از اینکه سوار ماشین زمان بشیم، بیاین این دوتا رو بهتر بشناسیم. از مار تیتان و بوا شروع کنیم. این مار باستانی حدود 58 میلیون سال پیش زندگی میکرد. طبق گفته دانشمندان به مدت حداقل 10 میلیون سال بزرگترین شکارچی روی زمین بود. طولی حدود 13 متر و وزنی بیشتر از 1 تن داشت. اصلا میتونین همچین موجود غول پیکری رو تصور کنین؟ با این عکس شاید بهتر متوجه بشین. اگه دوتا زرافه روی زمین دراز بکشن، باز هم تیتان و بوا بلندتره. میتونین به این دوتا مهره نگاه کنین. مدل سمت چپ متعلق به مار آناکوندا و سمت راستی برای تیتان و بو است. مشخص شده بزرگترین ماری که الان زندگی میکنه نصف سایز مار باستانیه. عرض مار غول پیکر به 1 متر میرسیده و به راحتی میتونسته یه اسب آبی رو ببله. البته درسته که اون زمان اسب آبی نبوده. تیتان و بوا ترجیح میداده که ماهی بخوره. این هیولا در باتلاق‌های تاریک و رودها پیدا میشده. علاوه بر ماهی میتونسته کروکودیل هم بخوره. قاتل بسیار ماهری بوده. این هیولای بزرگ به قربانیش ضربه میزده و خیلی محکم دورش حلقه میزده و تومه رو خفه میکرده و بعدش سرش رو میبلید و مدت طولانی طول میکشیده تا هضمش کنه. قربانی تحت فشار و نیروی انقباض قرار میگرفت که با 1.5 برابر وزن پل بروکلین قابل مقایسه است، که میشه 28 کیلوگرم بر سانتی متر مربع. هرچند که کرونوسور سایزش کوچیک‌تر بود، اما اونم یه شکارچی تشنه خون بود. دهنش پر از دندونه تیز کوچیک بود و سایز این موجود با ابعاد اورکا که بهش نهنگ قاتل میگن قابل مقایسه است. برای اینکه دقیق‌تر بگم، طول کرونوسور حدود 10 متر و وزنش به 12 تن میرسید. تقریبا میشه گفت که شبیه کروکودیل امروزیه، فقط یه ورژن خیلی بزرگ شده است. حتی مدل گاز گرفتنشون هم خیلی به هم نزدیکه. اون همچنین شناگر ماهری بوده و احتمالاً در اعماق دریا به تومه‌هاش حمله می‌کرده. کرونوسور قفسه سینه خیلی قوی، 4 تا باله و دم کوچیک داشته. در واقع میشه گفت که تومه‌هاش هیچ شانسی برای نجات یافتن نداشتن. کرونوسور نمیتونسته با تیتان و بوا روبرو بشه. اونا در دوره‌های زمانی متفاوتی زندگی می‌کردن و همچنین جاهای مختلفی رو برای زندگی انتخاب می‌کردن. کرونوسور میتونسته در دریاهای سرد جنوب زندگی کنه، ولی تیتان و بوا آب و هوای گرم رو دوست داشته. خیلی خب، حالا بیاین تصور کنیم که این دو هیولا منقرض نشدن و با صلح کنار ما زندگی میکنن. اگر تیتان و بوا الان هم وجود داشت، در مناطق استوایی پیدا میشد. مثلا تیتان و بوا از آب و هوای گرم کولومبیا یا کشورهای همسایه مثل ونزوئلا، برزیل، اکوادور، پرو یا پاناما خوشش میومد. واضحه که آدما باید با دقت بیشتری از خونه هاشون در مقابل مزاحمت تیتان و بوا مراقبت میکردن. هرچند که بعید به نظر میرسه که این مار بتونه بدون جلب توجه وارد خونه بشه. باید پنجره یا در رو بشکنه. مردم برای اینکه بتونن خونه هاشون رو در مقابل این مهاجم ها محافظت کنن، باید دور تا دور خونه هاشون رو با فنس یا ولتاژ بالا پوشش میدادن. در این شهرهای بزرگ پر سر و صدا، این مارهای بزرگ هیچ شانسی برای زنده بودن نداشتن. برای غذا چیزی مثل موش که سیرش نمی‌کرد و احتمالاً به خوردن آدم‌ها به عنوان منبع غذایی هم علاقه‌ای نشون نمی‌داد. توی فیلم‌های ترسناک آناکوندا اغلب آدم‌ها رو می‌بله، اما در واقعیت به ندرت به انسان حمله می‌کنه. پس میشه حد زد که جدش هم نسبت به ما بی‌تفاوت خواهد بود. اما برای انسان‌ها تیتان و بوا می‌تونه یه غنیمت باشه. هر باغ وحشی در دنیا آرزوشه که همچین موجود با ارزشی رو داشته باشه و پوستش هم که خودش یه دنیا ارزشمنده. آدمایی که این مارهای گنده رو می‌گرفتن می‌تونستن قهرمان واقعی باشن. از نظر رژیم غذایی این مارهای گنده در دنیای ما میتونستن تمساها، لاک‌پشت‌ها و دلفین‌ها رو بخورن. جانوران خشکی هم حتما خیلی سختی قرار بوده بکشن. مورچه‌خوارهای بزرگ،
گاو دریایی، خوک خرطومدار، گربه وحشی، جگوار و سمور برزیلی در خطر بودن. کروکودیل های بالغ براش بزرگ بودن، برای کوچکترها همون چیزی بودن که تیتانو بوا میخواست. تیتانو بوا از ماهی هم بدش نمیومد تا بخوره و همون غذای همیشگیش بوده به هر حال. پس زنجیره غذایی به هم میخورد. بعضی از جانوران احتمالاً به مکانهای کم خطرتر مهاجرت میکردن و گونه های جانوری جنگل آمازون به میزان زیادی کاهش پیدا میکردن. البته حشرات و قارچ ها شروع به رشد و تکامل میکردن، اما به زودی هیچ خبری از پوشش گیاهی نمیشد. کرونوسور هم به سختی در این شرایط امروزی میتونست زنده بمونه. در زمانهای قدیم هر لاک‌پشت سایز یه میز آشپزخونه بوده که خوردن یکیش برای یه روز بس بود، اما چنین هیولایی اگه امروز بود باید حداقل 12 تا لاک‌پشت کوچیک امروزی رو میخورد، هرچند فکر میکنم بازم گرسنه نمیموند. علاوه بر لاک‌پشت این هیولا پلسی و سر هم میخورد، اما در جهان امروزی باید دنبال جایگزین میگشت. احتمالاً باید پستانداران بزرگ آبزی رو انتخاب میکرد. اون نمیتونست یه وال و یه هایی ببله، اما تیکه تیکه شده شو چرا نتونه؟ چنین بدن بزرگی به غذای بسیار زیادی نیاز داشت. آدمها احتمالاً دچار کمبود ماهی در دریاها و اقیانوس ها میشدن. اصلاً خود ماهیگیری هم به خاطر یه هیولای گنده زیر آبها خیلی خطرناک میشد. کشتی ها باید خیلی محکمتر ساخته میشدن و در صورت انقراض وال ها یه فاجعه آب و هوایی شروع میشد، چون در این صورت موجودی نبود که هزاران تن کربن هوا را جذب کنه. در اعماق دریا همیشه یه جنگ برای زندگی در جریان می بود. با توجه به سایز این هیولا قطعاً اون تنها برنده میدان می شد. ما باید کلی توریسم و سفرهای دریایی در مکان زندگی این هیولا رو به فراموشی می سپردیم. این مکانها در همه نقشه ها به رنگ قرمز مشخص می شد و هر کسی هم که جرأت می کرد به اون مکانها بره محکوم به مرگ می شد. اگه تیتانو بوا گرونترین پوستو داشت، کرونوسور هم احتمالاً دندونهای گرونی داشت که کوچیک و تیز مثل اره بودن و از شاخ کرگدن که قیمت بسیار بالایی داره هم گرونتر می شدن. هر کیلو شاخ کرگدن حدود 65,000 دلار می‌ارزه که حتی از طلا هم گرونتره. به هر حال آیا میدونین که خطر برگشت موجودات منقرض شده به زمین هست؟ شوخی نمی‌کنم. دانشمندان میگن احتمالش هست. اول اینکه من دارم راجع به تیتانو با حرف میزنم. احتمال میره اونا که در دمای 32 درجه سانتیگراد زندگی می‌کردن با توجه به گرمایش زمین دوباره به این دوره برگردن. اما خوشبختانه میلیون‌ها سال طول می‌کشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک بفرمایید و چنل ما رو سابسکرایب کنید. اگر موضوعی رو در نظر دارید تا درباره‌اش ویدیو بسازیم لطفاً توی کامنت ها بگید.